در مقابل این انقلاب اسلامی آمد یک امنیت جدیدی رو تعریف کرد، امنیتی که از آزادی خرمشهر شروع شد با تولد سپاه و ارتش انقلابی و برادران حزب اللهی ارتش ما. این یه راه جدیدی شد، امنیت جدیدی در دنیا شکل گرفت. اولا امنیتی که سپاه و نیروهای مسلح ایران در داخل ایران و در خارج از ایران دنبال میکنن، این یک امنیتی متکی به خود مردم منطقه است. ما در عراق که کمک کردیم، هشت و شهبی درست شد، در لبنان حزب الله درست شد، در سوریه جیش و وطنی درست شد. ما نیامدیم که رفتارهای استعماری رو به عنوان امنیت به وجود بیاریم. ثانیاً ما در هر جا که وارد میشیم ارزانترین دفاع رو درست میکنیم. امروز ارزانترین ارتش دنیا همین نیروهای مسلح ایرانن. نیروهای مسلح ایران کم خرجترین در دنیا هستن. حزب الله لبنان که مؤثرترین قدرت دفاعی لبنان هست، در کنار ارتش لبنان یک مجموعه مکملی درست کرده با حداقل هزینه ها. جیش وطنی که درست شده، اولا امنیت پایداره، ثانیا مردمیه، ثالثا استعماری نیست و رابعا کم خرج ترین هست. این مدل مدل امنیتی است که قاسم سلیمانی پرچمدار اون بوده. عزت درش هست، استقلالش هست، مردم درش هست. این راهی است که جمهوری اسلامی دنبال میکنه. ما امنیت رو میخوایم در منطقه گسترش بدیم و با عنصر اصلی ناامنی که آمریکا و اسرائیل هست حتما ما سرشاخ میشیم. البته ما همه بدانن ما تاکنون قاطع و مدبرانه عمل کردیم، در جنگ همین کاری کردیم، قهرمان مظلوم اما با قدرت. همیشه هم اعلام کردیم ما شروع کننده نیستیم. تو این حادثه هم ما شروع نکردیم. آمریکایا از درگیری سیاسی شروع کردن، ما را تحریم کردن، الان اومدن به ما حمله کردن. خب ما دفاع میکنیم اما با همون منطق مقاومت، با همون راه امنیت. تقاس ما سخته، انتقام ما سخته و مدبرانه است.